با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، امیدوارم که همه خوب خوش و سالم باشید. و من امروز برنامه مربوط به کووید 19 رو میخواستم که ادامه بدم. دکتر کاویان میلانی هستم، از فیرفکس ویرجینیا با شما هستم در حومه شهر واشنگتن دی سی. امیدوارم که روز و ساعت خوبی رو بگذرونید. برنامه امروز در مورد مسئله کووید 19، واکسن ها و در مورد تزریق واکسن هستش. این سه‌شنبه قبل، یعنی حدود 5 روز پیش، من واکسن کووید رو زدم خودم و به نظر میرسه که واکسن خوبی هستش. واکسنی که من زدم واکسن مدرنا بود و این واکسن تقریبا هیچ علائم و عوارض جنبی نداشت. 2 روز بعدش تقریبا شونه دست چپ من که محل تزریق بود یکم درد داشت و یه درد خیلی خفیف عضلانی، ولی در همین حد دیگه، و بعد هم برطرف شد. ما تمام اعضای تیم پزشکیمون و کادری که با مریض در تماس هستن رو واکسنه کردیم و آخرین سری واکسن ها دیروز که شنبه باشه زده شده بود. و از بچه هایی که واکسن رو زده، حدود 50 نفر که واکسن رو زدند، تقریبا میخوام بگم که نتایج کلن خیلی مثبت و خوب بوده. بین 50 نفر نکته‌ای که میخوام بگم که تقریبا همه یک درد خیلی خفیف موضعی اونجا داشتن در محل تزریق، ولی دیگه مسئله دیگه نبوده. توی گروهی که تزریق شده بهشون، 3 نفر که قبلا کووید داشتند، اینها مریض‌تر شدند، یعنی بدن درد، تب و اینها و بیشتر بوده خلاصه وضعیت اینها. و ولی برای بقیه که قبلا کووید رو نداشتند مثل خودم، درد خفیف‌تر بوده. و البته توقع میره که حدود مثلا فرضاً 3 یا 4 روز دست چپ اونجا که به اصطلاح درد مرا تزریق است، درد خواهد گرفت. کار دیگه که من کردم و برای به اصطلاح کادر پزشکی ارائه دادم این مسئله بود که من به همه برای 1 روز قبل و 2 ساعت قبل از تزریق حتما کورتون رو تجویز کردم و این کورتون 10 میلی گرم پردنیزون بود که به هر کس من دادم و این هم البته خب موجب این شد که میتونه درد و تورم کمتر بشه. کار دیگه که من کردم این بود که اونهایی که فیلر صورت زده بودند، اینها رو من ازشون خواستم که واکسن که میزنن کورتون و پردنیزون رو برای 2 روز استفاده بکنن، نه 1 روز، و این هم مثلا موثر بود و کلن خیلی خوب جواب داد این مسئله. و امیدوارم که دوستانی که در این مورد سوالی دارند با حساب شخصی خودم تماس بگیرن در اینستاگرام و من سعی کنم که اینها رو جواب بدم بهشون. پس واکسن رو اگر که اینجوری عرض بکنم خدمتتون، واکسن رو توجه داشته باشید. واکسن بسیار بسیار خوبه، موثره. سیستمی که انگلستان برای واکسن ها به اصطلاح انتخاب کرده بسیار سیستم خوبیه و این سیستمی است که جواب میده. یعنی اگر شما بتونید 1 دونه برای مثال واکسن رو بزنید، این واکسن 90% ایمنی میده. ولی اگر که شما 2 تا واکسن به هر کسی بزنید، اون وقت اون 95% جواب میده. ولی اگه بشه واکسن رو جوری زد که اول شما به همه سطوح جامعه یه واکسن رو بزنید و 90% ایمنی بدید، البته این خب خیلی بهتر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. بین 2 واکسن مدرنا و فایزر فرق آنچنان نیست. واکسن فایزر 0.5 cc و واکسن مدرنا 0.5 cc هستن. اینا هر دوشون وقتی تزریق میشن، یکیشون بعد از 3 هفته فایزر و اون یکی بعد از 4 هفته باید واکسن دوم رو زد. خب من سوالات رو نیا کنم کنم سوالات چیه؟ بله، بعد در مورد سوالی که سوشادم میپرسه در مورد واکسن ایرانی ساخته شرکت چینیه، مشخص نیست این قضیه و به در حال حاضر روی واکسنی که در ایران داره ارائه میشه، من فکر میکنم که دوستان باید تأمل و صبر بکنن و
تا آمار اینها به اصطلاح منتشر بشه و پخش بشه، ولی احتمال زیادی داره که این واکسن ساخت روسیه یا ساخت چین باشه. این نکته رو باید گفت که واکسن چینی یا روسی بودن به خودی خود عیب نیست، ولی چون طرح و ساختن واکسن آسونه، اون چیزی که مشکله و واقعا دشواره انجام یک مطالعه مهم و بزرگ و مطرحه که بتونه نشون بده که این واکسن موثره. خب سامر عزیز، پیج خود من هست دکتر زیر فاصله کاویان و در فضای مجازی هستم و اگر سوالی بود اونجا خوشحال میشم که جواب بدم. بله، حالا در مورد اینکه واکسن ها تا چه وقتی اینها ایمن سازی انجام میدن و بدن رو ایمن نگه میدارند، جواب این سوال مشکله، ولی به نظر میرسه که اگر که دو واکسن زده بشه، دو تزریق مثلا سر 4 هفته استفاده بشه، احتمالاً اینها برای چند سالی به اصطلاح مقاومت به بدن رو بالا خواهند برد، ولی احتمال داره که بعداً نیازی به یک واکسن بعدی هم باشه. سوال نازنین 2022، آیا واکسن ایرانی به نظرتون تزریقش ریسک نیست؟ بله، الان در حال حاضر چون که روی واکسن ایرانی آزمایش درست و با متدولوژی صحیح انجام نشده، به هیچ عنوان دوستان نباید واکسن ایرانی الان اصلا فکرشو بکنن. واکسن ها الان در بازار دو تا واکسن هستش که مطرح و خوبه، یکی واکسن فایزره، یکی واکسن مدرنا هستش. واکسن روسی هنوز واقعا در به طور جدی مراحل اولیه تحقیقات رو طی نکرده. در مورد آماری که در مورد واکسن روسی که ممکنه خوب باشه اعلام شده و ارائه شده در ژورنال مطرح جهان، این آمار الان بسیار ضعیفه و همینطور هم واکسن چینی. برای در حال حاضر این واکسن ها رو باید دوستان ازش دوری کنن. به هر حال این واکسن ها در حال حاضر نشون ندادند که در بلند مدت امنن، سالمن و بله. خب قیمت واکسن فایزر رو نازنین می‌پرسه. واکسن فایزر الان در ایران متأسفانه نیست، حدود 150,000 به اصطلاح وایل و یا به اصطلاح تزریق وارد ایران شده یا قرار بشه، اونم توسط سازمان خیر هستش که من فکر نمی‌کنم اینا به دست مردم معمولی برسه و حتما برای به اصطلاح اشخاص به کار خواهد بود که دولت با تعیین کنه، گوی دست هلال احمر خواهد بود اینها که تعیین کنن که این واکسن ها رو کدوم اشخاص خواهند گرفت. امیدوارم به کادرهای پزشکی یا به اشخاصی برسه که در گروه ریسک بالا هستن، ولی چشم آب نمیخوره که مثلا اینها به اون صورت بین اونایی که نیازمند هستن توزیع بشه. امیدوارم که بشه. خب بعد در آمریکا این واکسن مجانیه، رایگانه، یعنی دولت آمریکا این مقدار زیادی از این واکسن ها رو پیش خرید کرده و اونها رو دارن ارائه میکنن، ولی سرعت تزریق و سرعت ارائه واکسن، یعنی واکسیناسیون و رسوندن واکسن به دست مردم، بسیار بسیار کند و به اصطلاح با سرعت پایین انجام شده. تا به حال توقع بر این بود که ما 20 میلیون نفر در آمریکا به اصطلاح واکسنه کرده باشیم، ولی الان حدود 3 میلیون نفر فقط واکسنه شدند. یه مقدار از دوستانی که واکسن رو دارن میزنند به اصطلاح سعی کردن که کار پزشکی به حد دلیلی هستش که اینها یا به دلیل سوء اطلاعات اینها واکسن رو نزدند، و یه مقدار هم به اصطلاح دولت‌های ایالتی در این مسئله کوتاهی کردن و یه مقدار خود دولت فدرال آمریکا کمک آنچنانی به اینها ارائه نداده. خب افراد سیگاری کرونا رو خفیف میگیرن، این سوال خیلی خوبیه. به دلایلی که مشخص نیست، من مثلا در بین بیمار رو خواهم دارم عرض میکنم، اشخاص سیگاری و غیر سیگاری بیمار رو به حد اندازه خیلی مشابهی گرفتند و به نظر میرسید که اونهایی که سیگاری مثلا هستند مزیتی ندارن، ولی خب بعضی مطالعاتی که در فاز اول انجام شده بود نشون میداد که ممکنه که اشخاصی که سیگار میکشن کمتر شدید مریض بشن، و این رو من چون بیمار خودم کلن درصد افراد سیگارشون پایینه
به طور به رأی العین و به شخص ندیدم. نکته دیگه که اینو مطرح کنم اینه که بسیاری از اشخاص در این چند هفته اخیر که مردم دور همی داشتن برای کریسمس و برای سال نو، عده زیادی از مردم در این فضا به اصطلاح ویروس رو به همدیگه منتقل کردند و میخوام بگم که در ظرف شاید این هفته اخیر 30% مریضایی که من دارم میبینم این مریضها بیمارها بیماران کوویدی هستن و ما اصلا دیگه به بیماران دیگه نمیرسیم، مثلا فرضاً به بیماران دیابتی و فشار خون و کاهش وزن و بیمارهای دیگه ای که داره میزنیم باید باشون کار بکنیم. بنابراین این نکته هستش و دوستان حتما فضای اجتماعی رو باید بین الان تا نوروز تا عید نوروز دوستان فاصله اجتماعی رو خوب رعایت بکنید، ماسک رو بزنید و در جاهایی که بسته هستش با دیگر اشخاصی که با شما زندگی نمی‌کنن وارد نشید تا امن و ایمن بمونید. بعد از نوروز به اونور واکسن در دست همه خواهد بود و مشخصا در ایران هم واکسن خواهد بود و دوستان میتونن که به اصطلاح واکسن مناسب و درست رو بزنن. خب در مورد واکسن ها ببینید، اصلا این بی ربطه که واکسن روسی و واکسن چینی از کیفیت مثل واکسن دیگه هستند. این حرف درست یا غلطه باشه مهم نیست، مهم اینه که سندیتی نداره. این شما نمیتونید الان بگید مثلا واکسن چینی روی 10,000 نفر آزمایش شده و درصد مثلا بدن درد چقدر بوده، درصد ایمنی چقدر بوده و درصد برای مثال مرگ چقدر بوده، واکنش شدید چقدر بوده. بنابراین به هیچ عنوان واکسن چینی و روسی و واکسن هایی رو که در حال حاضر اثبات پزشکی نشدند، یعنی آزمونشون انجام نشده که اینها رو بخوان ارائه بکنن، دوستان نباید بزنن. این رو خیلی من واضح و شفاف بگم، واکسن هایی رو باید زد و رفت دنبالش که این واکسن ها در ژورنال های پزشکی و اونایی که صاحب تحقیق هستن اثبات کرده باشن که واکسن ها موثر خوبه و ایمنی میده. و ببینید مثلا این دولت روسیه خب یه واکسن رو ارائه کرده یه شرکتی، ولی چقدر این شرکت کار واکسن کرده؟ کار واکسن کار خیلی مشکلی، دولت فرانسه دولت انگلیس اینا قوی هن، ولی کار واکسن رو خودشون انجام نمیدن، این واکسن رو دادن به شرکت هایی که اینا این کار هستن و اینا دارن اینا رو آماده میکنن و اون مطالعات رو انجام میدن. درسته؟ بنابراین تئوری واکسن کار نداره. خب بعد حالا در مورد مسئله گروه خونی سوال مهمی الان مطرح شد. بعضی مطالعاتی که انجام شده نشون میده که گروه خونی اوی مثبت به نسبت یک مقاومت به صورت ضمنی داره و مثلا گروه خونی آ یه مقدار در معرض خطر بیشتریه، ولی خب این نسبیه. شما برای مثلا اگه شخصی با گروه خونی A گروه خونی A واکسن رو که به اصطلاح میگیره یا مثلا بیماری ویروسی که میگیره، این ویروس اگر که به حد زیادی باشه و این شخص آغشته بشه خواهد مشخصا بدتر میشه. یعنی بستگی داره به این مسئله. در مورد این مسئله که بحث هست توی پیج الان در مورد بحث کرونا، این کاملا به اصطلاح یه بحث انحرافیه. در حال حاضر بیماری کووید یک بیماری جدی و خطرناکه و هر کی که بگه بیماری کرونا دروغ بزرگیه برای فریب بشریت، این کلن این حرف بویی از حقیقت و علم و مثلا علم پزشکی درش نیست. این حرف کاملا اشتباهه. بیماری کووید بیماری جدی و خطرناکیه و من دارم میبینم خودم به چهره این که مریض دارم میگیرن آزمایشون مثبت میشه و اینا که دارن میگیرن ایده شماشون بد میشه. این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش. حالا نکته ای که میخوام بگم اینه که برای اوی مثبت و اوی منفی هر دوشون به اصطلاح یک مقاومت ضمنی دارند و گروه خونی آ به نظر میرسه که بدتره. خب حالا من مثلا واکسن رو مطرح کردم، اگه دوستان هم واکسن الان سوال دارن الان موقعشه که مطرح بشه. بله سوالی از نیما هستش که آقا دکتر امکان داره که واکسنی که ایران خریده توش شیطنت بشه از طریق آمریکا؟
نه این واکسن ها اولا که ربطی به دولت آمریکا نداره، این واکسن ها به سبب واکسن فایزر هست که به ایران میاد، 150,000 تا متاسفانه بیشتر نتونستن به ایران بدن در حال حاضر، اونم نه که دولت ایران خریده باشه یا تهیه کرده باشه به علت توانایی و قابلیت و ظرفیت خودش، به خاطر اینکه اشخاص خیر در بیرون کشور اینها به سبب تعهد دادن که این واکسن رو به ایران برسونن و به سبب پیش خرید کردن و دارن به ایران وارد میکنن و قراره که اینا رو هلال احمر به سبب بگیره و هلال احمر اینا رو به سبب توزیع بکنه و امیدواریم که اینا به دست اشخاصی برسه که این واکسن رو نیاز دارن و به دردشون میخوره، نه به دست اشخاص دولتی و اینها. خب بله، حالا به هر حال در حال حاضر واکسنی که الان واکسن سوم که داره میاد واکسن استرازنیکا هستش. استرازنیکا واکسنی که داره ارائه میکنه که در آکسفورد طرح شده، واکسنیه که یک ویروس سرماخوردگی معمولی رو که در بین میمون‌ها رایج و خیلی شایع هستش، اون ویروس رو برداشتن، توش مواد ژنتیکی مربوط به کووید رو گذاشتند و این واکسن رو به صدا دارن ارائه میکنن. این اشخاص رو اصلا مریض نمیتونه بکنه اصلا، ولی کاری که میکنه اینه که به بدن یک مقاومت کامل و خوبی رو ارائه میکنه. اشکال استرازنیکا و آکسفورد چند تا اشکال بزرگ داره که الان مطرح میکنم. اشکال اولش اینه که وقتی مطالعه کردن دیدن که وقتی اشخاص دارن واکسن رو میگیرند، حدود اونهایی که واکسن کامل رو زدند فقط 50-60% مقاومت دارن، ولی اونهایی که واکسن رو با نصف دوز زدن مقاومتش حدود 90%. این اصلا منطقی نیست که چرا فرضاً اگه شما واکسن کامل رو بزنی فقط 50-60% جواب میگیری، ولی اگه واکسن ناکامل و نیمه دوز رو بزنی به اصطلاح واکسنت کاملا مثلا 90% موثره. خب این مسئله خیلی چیزیه و یک اشتباهی توی محاسبات آکسفورد شده بوده توی استرازنیکا و این به حال موجب شده که مجبور شدن که اینو عقب بندازن. بعد یک مورد هم داشتن که مثلا مورد بیماری عصبی خیلی بدی بود که البته طرف الان بهتر شده، ولی به هر حال توی گروهی که داشتن آزمایش میکردن یک اشکال اینجوری هم داشته. من از اول به واکسن آکسفورد و استرازنیکا خیلی امیدوار بودم، ولی الان احساس میکنم که اینا یک کمی عقب افتادن و خب یه فشار دارن که به بازار تونتر عرضه بکنن، با این دو واکسن رقیب در بازار هست در حال حاضر و به حال اون آمار و ارقامی که داره ارائه میشه، اگر شما با نصف دوز دو برابر تقریبا به صورت توانایی دارید، این چیز عجیب غریب و شاید بگم که یه پدیده‌ای که باید روش کار بشه. به هر حال ولی واکسن استرازنیکا در هفته آینده در انگلستان توزیع خواهد شد و این شروع این و مقدمه این واکسن است. بعد سوال امید رو من عرض بکنم که نکته مهمیه که این واکسن به هر حال امیدواریم که وقتی به ایران میرسه به دست اشخاص با صلاحیتی برسه و توزیعش جوری باشه که کادرهای پزشکی یا اونهایی که در معرض بیماری هستن اونها بگن اشخاص با سن بالا. خب کرونا کوبا ادعای ساخت واکسن داره در چه سطحیه؟ والا واکسن کوبا رو من تحقیق نکردم روش و نمیدونم، ولی به هر حال کوبا عموما کارهای پزشکیش خوب و موثره، ولی فکر نمی‌کنم که اینها هنوز بتونن واکسن مناسب روی این قضیه تولید بکنن در این فرصت کم، به خاطر اینکه باید دسترسی داشته باشن به عده زیادی بیمار که مشخصا در کوبا الان ندارن. یعنی در آمریکا که بزرگترین به اصطلاح آغشتگی و بیماری داره، شما میبینید که الان ما چیزی رو نمیبینیم، یعنی الان طول کشید تا آمریکا بتونه توی این شرکت تو آمریکا بتونه خودشون رو اثبات بکنن. خب بعد نکته ای که هست در مورد شاخک های کووید سوال میشه که این شاخک کووید مال خودشه و اینا قطعا مال خود ویروس هستش و از جای دیگه وارد نشده. خب دوستان، برای پیشگیری بیماری کووید 19 بین الان تا نوروز 4 کار واجبه. 4 کار: 1 زدن ماسک، 2 دوری از فضای بیرون، فضایی که تو دوش به اصطلاح بیرون منزل و فضایی که اشخاص دیگه‌ای باشند، 4
سوم معذرت میخوام، سوم زینک روی، پنجم میگم در روز، و چهارم ویتامین دی 5000 واحد در روز. پس برعکس رو بگم، از پایین 5000 واحد ویتامین دی هر روز با استفاده بشه برای پیشگیری بیماری کووید. زینک روی به اصطلاح 50 میلی گرم هر روز، زدن ماسک و دوری از فضای درون زیر سقف و معاشرت با اشخاصی که به اصطلاح در اون فضا نباید باشند، مثلا پاساژ ها، مغازه ها، رستوران ها، اینا رو اگه دوستان دوری بکنن کاملا میتونن امن و ایمن بمونن. پیج من هست دکتر دی آر زیر فاصله کاویان، K-A-V-I-A-N، و من در خدمت شما هستم در اونجا، اگه سوالی بود اونجا جواب میدم. خب حالا من در مورد این که بتونم چیز بکنم، در مورد این که بتونم بیماری کووید رو به شما توضیح بدم، حدود 1000 تا بیمار رو ما برای کووید درمان کردیم. این 1000 نفری که ما درمان کردیم کاملا خوب بودن. متاسفانه هفته قبل اولین بیمار ما از کووید فوت کرد، و این البته شخصی بود که یونانی بود، از شیکاگو اومده بود اینجا، و اینجا منزل دخترش بود، اینجا منزل دخترش که بود، به اصطلاح اینا کاملا بی‌دقتی کردن، بیماری داشتن، به این پیرمرد 79 ساله به اصطلاح این واکسن، این ویروس آغشتگی پیدا کردن شخص، و با وجود درمانی که ما کردیم و 5 هفته ایشون در به اصطلاح بخش مراقبت‌های ویژه بودند، دیدیم که به اصطلاح ایشون فوت کردن. و من اولین مریضم بود که فوت کردم، خیلی ناراحت شدم مشخصا از این قضیه. یکی از دوستان خوب ما هم در ایران از این بیماری اخیراً فوت کرده، که بیمار خود من بودن در آمریکا و در ایران کووید رو گرفتن متاسفانه، و به حال به دلیل شاید اینکه به اصطلاح ایران کیفیت پزشکی به اون حد نبوده ایشون فوت کردن، ولی به هر جهت بیماری کاملا جدیه. ولی ما تا حال 12000 نفر رو آزمایش دادیم. عده از اینها حالتی کسایی هستن که در مرز خطر اصلا نبودند، برای مسافرت به ایران از طریق ترکش ایرلاینز و از طریق قطر اینها بوده، ولی عده زیادی از به اصطلاح هم وطنان و هم به اصطلاح کشوری ما در آمریکا کووید رو گرفتن. موج اول کووید نوروز پارسال اکثریت مریضایی که من میدیدم ایرانی بودن، و الان هم باز در بین جامعه ایرانی میبینم که این داره بیشتر میشه. من فکر میکنم که فرهنگی و علاوه ساختار اجتماعیمون، ما ایرانی ها بسیار از این فضای بسته کووید و فاصله اجتماعی خسته شدیم، و بچه ها دارن سعی میکنن که جوری بزنن بیرون، و این موجب شده که در دور همی ها و گرد هم اومدن هاشون به اصطلاح این بیماری پخش بشه، و به طرز عجیبی جامعه ایرانی در منطقه واشنگتن دی سی رو من میبینم که الان داره به اصطلاح حال حاضر داره این پخش میشه. خب مسئله دیگه که الان عرض بکنم اینه که من برای درمان کووید و دلیل موفقیت ما در مورد پیشگیری و درمان کووید این بوده که من از روز اولی که تشخیص میدم بیمار رو روی یک آنتیبیوتیک میذارم به نام زیپک یا آزیترومایسین که ایران هم هستش، و پردنیزونی که اونجا ارائه میکنیم 10 میلی گرم یا 20 میلی گرم، معمولا برای اشخاص مثلا بزرگ هیکل مثل خودم اینها رو روی 20 میذارم، و اشخاص ریستر یا بعض خانما رو میذارم روی 10 میلی گرم. خب دوای اول زیپک یا آزیترومایسین هستش که خیلی موثره، خیلی خوبه. دوای دوم پردنیزون هستش. اون زیپک یا آنتیبیوتیک موجب میشه که شما 10 روز بعد اون نمونیا، اون زاتوریه مربوط به کووید رو نگیری. ولی اون کورتون مهم، اهمیت کورتون اینه که کورتون اون چیزی که در کووید میکشه تورم هستش و حمله سیستم واکنش سیستم بدن به اصطلاح جاهای بدن، و اون واکنش خود بدنه که آسیب رو میرسونه به قلب، به ریه، به همه جا. بنابراین شما در فضای اولی که کار میکنی حتما یه آنتیبیوتیک میخوای و یه کورتون میخوای. کورتون تنها دواییه که وقتی در بخش مراقبت های ویژه آی سی یو به کار میره جلوی مرگ و میر رو میگیره. این خیلی مهمه که دوستان دقت کنن، کورتون از
اول روی این قضیه روش کار بکنن. سوال مینا کاظمی هستش مطرح میکنه اینجوری که دوره آزیترومایسین که میگن خوب نیست. نه کاملا خوب و موثر و سوده. من اتفاقا الان یه مریض در بیمارستان دارم که در بیمارستان رستوران هستش در حدود مثلا پنج مایلی اینجا و این خانم 79 ساله هندی چون دخترش به اصطلاح دارو دواشناس بود و تو کار دارو بود به اصطلاح من دارو تجویز کردم گفت من اینو به مادرم نمیدم به دلیل اینکه مثلا فرضاً چیز قلبی داره این حرفا و اون شخص الان در بیمارستانه و مشخصه که اون آزیترومایسین از اون بیماری نمونیای به اصطلاح هفته بعد یا دو هفته جلوگیری میکنه. یعنی ترکیب آزیترومایسین و پردنیزون برای بیماران من خیلی موثر بود. یعنی من تا به حال فقط بین 1000 نفر بیمار یک نفر رو از دست دادم و این خیلی برای من به اصطلاح خوب و خوشایند به خاطر اینکه دوست دارم که مشخصا بیماران خودم رو یعنی جوری ازشون درمان بکنم که اینها به اصطلاح کارشون به بیمارستان و بخش مراقبت نرسه. خب سوالی که افان لاور انجام میده اینه که میگوسته که رمدسیویر موثره. این رمدسیویر رو حتما اینو بگم که این دوا موثره و مطالعاتی که روش انجام شده اینه که طول بیماری کمتر میکنه. ولی وقتی که رمدسیویر رو بیمار میزنند رمدسیویر دیر تزریق میشه، یعنی مریض حالش بد شده بیرون نتونستن جواب بدن، اکسیژن جواب نده، به بیمارستان رفته، اونجا کورتون زدن و کار دیگه کردن، رفته بخش مراقبت ویژه و رمدسیویر رو بهش دارن میزنن فرضاً دیگه اون موقع دیره. رمدسیویر اگه شما بتونید اون هفته اول توی منزل مثلا استفاده کنید و بزنید حله. ولی چون این دوا هم گرونه و هم نیست و هم فقط به صورت تزریق هستش، این دوا مشخصا مشکله و گرونه و تجویزش مشکله. بنابراین توصیه من اینه اینکه دوستان اون آزیترومایسین رو استفاده بکنن، اون کورتون استفاده بکنن و در صورت مراجعه سریعتر به بیمارستان ها رمدسیویر مشخصا موثره. و شما دیدید که مثلا وقتی که ترامپ کووید رو گرفت همون روز اول رمدسیویر رو بهش زدن. چرا؟ باقی دوا موثره و فورا مرضش برگشت و مثلا حالش خوب شد. نکته اینجاست و همون بهش کورتون هم بزدن. ولی نکته اینجاست که اگر که این به تأخیر بیفته که در مورد همه ما این به تأخیر میفته تا مثلا فرضاً بعدن مشخصا دیگه اون موقع به اون صورت جواب نمیده. بله مرسی از سامر که مثلا پیج شخصی من رو مطرح کرد اینجا بخاطر اینکه دوستان رو میپرسن و من سرم به سوالات بسیار گرمه و نتونستم این رو به موقع برسونم. متشکرم. بله خلاصه تو سوال تامکت قرص ویتامین D3 که در داروخانه ایران هست رو میگن 20 روز یه بار بخورید. نه ویتامین D3 که در ایران هستش اگر 5000 واحد باشه اون درسته، ولی اگر که D2 اون D2 یا D2 اون به اصطلاح 50000 واحد از هفته یه بار. بنابراین بر 5000 شما این رو بسه داشته باشید. خب 5000 روزانه است. سوال افوان این هستش که واکسن ویروس ضعیف شده جواب میده؟ واکسن ویروس کووید به صورت ضعیف شده الان در بازار نیست. اگر شرکت هایی دارنش کار میکنند من نمیدونم، ولی احتمال میدم که روی این به صدا در آینده کار بشه و الان ویروس ضعیف شده زنده رو که روش کار نمیکنه به دلیل اینکه شما در فاز اول باید حتما یه ویروس کاملا نه ضعیف شده یا تقلیل داشته باشه، بلکه باید یه ویروسی باشه که حتما این ویروس مرده باشه. یعنی اصلا و ابدا قابلیت این که اشخاص رو بیمار بکنه نداشته باشه. بله خب صحت تست آنتی‌بادی و تست آنتی‌بادی بسیار خوب و موثره در آزمایش‌هایی که رسمی باشن و کارشون خوب باشه
قطعا این جواب میده و خیلی خوب و موثره. خب سوال ایمانی این هستش که تریاک خوب بکشه و جواب میده. خب این از اون حرفای بیمورد و لوسی هستش که مطرح شده. ببینید تریاک به هیچ عنوان مؤثر روی بیماری کووید نیست. اشخاصی که کووید رو داشتند و حتی مردند، اینها عده زیادشون به صورت معتاد به قرص و مواد اکسیکودون و کورتون، مواد مورفینی بودند، مواد تریاکی، و تأثیری روی این که بتونه پیشگیری بکنه اصلا نداشته. خب حالا دوستان عزیز، امیدوارم که وقت و ایام شما به خوبی و خوشی بگذره. از حضور پرمهر و گرم شما بسیار ممنونم. پیج شخصی من هستش دکتر زیر فاصله کاویان در اینستاگرام، در اونجا در خدمت شما هستم که سوالات رو جواب بدم و احیانا از کارهای خودمون در این ور دارم سوالی میذارم که چیزایی که مربوط میشه به کووید و بعضی از اطلاعات بسیار لحظه برسه و بسیار بروز شده. دوستان موفق و پیروز باشید. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که خودتون رو به اصطلاح امن و به